گروه کر کلیسای سیستین در واتیکان یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های کر جهان برای اجرا در آمریکا آماده میشه. این اولین اجرای گروه در آمریکا در 30 سال گذشته خواهد بود. یک گروه کر تشکیل یافته از 20 مرد و 30 پسر بچه که به گروه کر پاپ شهرت دارد، یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های کر جهان است. این گروه کر هنوز تا به امروز علاوه بر اجرای تورهای جهانیش به طور مرتب در کلیسای سیستین زیر سقفی که با شاهکارهای میکلانج پوشیده شده میخواند. همینطور در عشای ربانی پاپ در باسیلیکای سنت پیترز. مایسترو مونسینیور ماسیمو پالومبلا مدیر گروه کر کلیسای سیستین است. گروه کر پونتیفیکال موزیکال قدیمی ترین گروه کر جهانی که هنوز به فعالیت مشغوله. گروه به سالها پیش با آغاز کلیسا در روم باز میگرده که اطراف پاپ میخوندن و بعد در فرمهای دیگه کر که در طول تاریخ زنده مونده. امروز گروه دور پیانویی تمرین می کند که به پاپ بندیکت 16 تعلق داشت. گروه کر خوانندگان زیادی را از سراسر جهان به خود جلب کرده. از جمله یک خواننده از لهستان، یک خواننده از بریتانیا، یک خواننده از برزیل و یک خواننده از آرژانتین. با کمتر از 2 به اجرا در شهر نیویورک نمانده، گروه خودش را برای تور آمریکا که اولین بار در 30 سال گذشته است، آماده می کند. بنا به گفته پالومبلا، عصر طلایی گروه کر کلیسای سیستین در قرن 16 میلادی بود که بهترین خوانندگان اروپا را به خود جلب کرده بود. ولی بعدها افت کرد و قبل از اینکه پالومبلا در سال 2010 به مدیریت گروه درآید، گروه لقب گروه کر جیغ‌زنهای سیستین را گرفته بود، چرا که تکنیک‌های مختلف آوازخوانی را با صدای بلند جایگزین کرده بود. و برای برطرف کردن این مشکل، پالومبلا به یک سری پژوهش دست زد و به بررسی آرشیو کلیسا و مطالعه نوت‌های موسیقی اصل از قرن‌های گذشته، حتی از نوت‌های موزیسین‌های دوران رنسانس پرداخت. چیزی که من بهش اهمیت میدم اجرای موسیقی خوب و حرفه‌ایه، چون حرفه‌ای گرایی و فرهنگ وسیله است برای تبلیغ دیانت مسیحی و برای من مهمه. رفتن به آمریکا و اجرای کنسرت خیلی مهمه که قراره در نیویورک، واشنگتن و دیترویت باشه و اجرای اون به نحو احسن، به طور زیبا و با تبحر، طوری که بتونیم تصویر خدا و معنویت رو با موسیقی به مردم انتقال بدیم. گروه کر کلیسای سیستین در ماه سپتامبر سال جاری در 3 شهر نیویورک، واشنگتن دی سی و دیترویت برنامه اجرا خواهد کرد.